ابعاد و آفاق شکست ها و پیروزی ها. سال 1350، شب هفتم محرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و خاتم الرسل ابی القاسم محمد. و على ابن عمه و وصیه امیر المؤمنین و آله المعصومین المیامین. خنده از لطفت حکایت می کند، گریه از قهرت شکایت می کند. این دو پیغام مخالف در جهان، از یکی دلبر روایت می کند. این مفاهیم متضاد، خنده، گریه، شادی، اندوه، شکست، پیروزی، یک قدم بالاتر زندگی و مرگ، قابل تفسیر نخواهد شد مگر اینکه بدانیم و درک کنیم که این مفاهیم از کجا سرچشمه می خورد و از چه چیز ناشی می شود. خنده هایی هست پوک و متلاشی کننده روح آدمی، گریه هایی هست احیا کننده روح انسان ها، زندگی هست عین مرگ، مرگ داریم عین ابدیت، عین زندگی. این پدیده هایی که از ما انسان ها سر می زند، اینا قشره ها و صورت ها و کف هاییست. اگر بخوایم اینها را در منطقه ارزش ارزیابی کنیم، باید مسئله را عمیق‌تر بررسی کنیم. اندوهی داریم در دنیا که غیر از گرفتگی و روح چیز دیگری نیست. ابری فضای روح آدمی را میگیرد، انسان اندوهناک میشه، قصه میخوره. اما اون ابر از کجاست؟ اون ابر ممکن است از این ناشی شود که به چیزی دل بست و نتوانست بهره برداری کند، به جهت عدم موفقیت فضای روحش را ابر تاریکی گرفت و او را اندوهگینش ساخت. ممکن است این که فضای روح را تاریک ساخته و انسان را در قصه معتبر ساخته است، مسئله مالی باشه، شهوی باشه، خواسته های غیر منطقی باشه، غیر عقلانی باشه. این اندوه چه ارزشی دارد؟ این اندوه روح ما را صیقلی نمی کند. اندوهی داریم که بهتر از اون برای روح صیقلی کننده وجود نداره. آب حیات من است، خاک سر کوی دوست، گر دو جهان خرمی است ما و غم روی دوست. این یک غم دیگری است، این اندوه دیگری است، غیر از فقدان مزایای مادی که مثل سایه در دنبال آدمیان وجود داره. این اون اندوه نیست، این اندوهی است که شبهی از اون را تمام رادمردان تاریخ یک قباری از اون را در قیافشون نقش کردن.
ما در امتداد تاریخ خندگریه های عمیق، اندوه عمیق را بیشتر از خنده های عمیق دیده ایم. مقصود از گریه گفتم، عرض کردم، گریه دم دستی را صحبت نمی کنیم. اندوه دم دستی و طبیعی و به مجرد ناملائمی پیش بیاد ابری فضای روح را بگیره، بحث را نمی کنیم. ما بحث این را می کنیم، گرفتگی روح که مبادا یک انبساط و عظمتی برای روح انسانی وجود دارد که من نمی رسم. این انسان ها که می آیند و گام به روی خاک می گذارند و چند سباهی زندگی می کنند و از بین می روند، اینها به حقوقشون می رسند نمی رسند؟ تمام امکاناتشون را فعلیت می رسونند نمی رسانند؟ بی اعتنایی به این مسئله خنده دارد، اما خندش کاشف از نابودی روح اون خند، اون کسی که می خندد. این اندوه دارد، این قباری از اندوه بر دل انسانی می نشاند. این اندوه ما فوق تمام لذایذ بشری است، زیرا روح خیلی باید اوج بگیرد که وقتی به او بگویند مثلا در قرون وسطا با برده ها اینجور مدارا می کردن و واقعا اندوهگین بشه، این خیلی روحش بالا رفته. این از این دم دستی نیست این روح. یا وقتی توجه به این می کند که آیا افکار بشری و اندیشه های بشری این سرمایه کلان که دارد واقعا به جا میاد یا نمیاد، میگه نگزینی ار غم او چه غمی گزیده باشی، ندهی اگر به او دل به چه آرمیده باشی. نگزینی ار غم او چه غمی گزیده باشی، نظری نهان بیفکن مگرش عیان ببینی. گرش از جهان نبینی به جهان چه دیده باشی. این غم آقایان عزیز، عالی ترین، یکی از عالی ترین آرمان های روح انسان هاست. چرا؟ چون این غم موقعی پیش میاد، موقعی روح انسانی را تصرف می کند که روح انسانی میره بالا، بقیه را اجزای خود میبیند. از شعر بنی آدم میره بالا، بنی آدم اعضا یک دیگرند، از اون شعر میکشه بالا. اونها شعره. دریافت مسئله غیر از دانستن مسئله است، اون هم در قالب شعر. این دریافت یک اندوهی دارد، چه مقدس است این اندوه، چه مقدس است اون چشمی که، چه مقدس است اون دو قطره اشکی که به حال انسانها بریزد. چقدر عظمت گرفته است روحی که در مقابل لذاتش نمیگذارد این لذات شخصی تمام وجود او را لحظه‌ای در زندگانی فرا بگیرد. میگوید کمبود احساس میکنم. این کمبود در ناکس، این محرک تاریخ است، این قصه نیست، این موتور تاریخ. این که جمع شدید اینجا ها، میگویید حسین ابن علی آهی میکشید، این گریه نیست، این اندوه نیست، این محرک تاریخ انسان هاست. محرک این هست که نشونده، این هست که بله آقا، این که می فرمایند در هر وضعی قرار بگیرید ریش مبارکتون هیچ جا گیر نکنه، این غلطه. روی این حساب که من دارم میگم، این پوک از این منطق، هیچ اصلی نپذیرید، به هر وضعی خود را وفق بدهید و ریش مبارک را می جا گیر نکنه. این الان قیافه های روحانی که من در اینجا میبینم حال یک اندوه مقدس داره، این فقط برای مقابله با این اصل آمده نشسته اینجا.
توجه فرمودید؟ گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست، چقدر اشتباه کاری ها داریم در معنای شادی ها و اندوه ها. لذایز و آلا آیان چقدر کوچک فکر میکنی؟ چقدر بر ما امر مشتبه هست که لبها را از هم جدا کردن و دندانهای جیرویی را نشان دادن و بعد روح را افسرده ساختن را اسمش خنده میگذاری، ولی اون هیجانات الهی را، اون حالتهای روحانی را که تمام لذایز یک طرف، اون حالات یک طرف، اون را خنده نمیدونی؟ مثلا قصه هم همینطور. بدین سان شکست و پیروزی بر ما آدمیان تاریخ تحمیل کرده دیگه. اینه دیگه، چیکارش کنیم؟ تاریخ رو اینجوری معنا کردم، اینجوری بحث کردم مسئله شکست و پیروزی را. شکست او را میگیم ور شکست شد، شکست شد. نه خیر، اگر موقعیت وجودی طبیعی خود را در میان یک عده جانوران مثل خود حفظ کرد، میگوییم پیروز. باز دادمون از دست این الفاظ بلنده، راه هموار است و زیرش دام ها، قحطی معنا میان نام ها. لفظ ها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. لفظ ها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. دندان هم درست نیست تشخیص بده بابا این ریگ این آب نیست. چه اشتباهاتی داریم ما در کلمات حیاتی بشر. آخه یک دفعه اشتباه میکنیم آجر را خش میگوییم. بسیار چیزی نیست، مهم نیست. اگر اسم آجر را خش گذاشتیم، آب اگر فرو بریزد روی این خشت، وقتی متلاشی شد میگیم آقا اشتباه فرمودید، این آجر بود، خشت بود، آجر نبود، غلط گفتید، نفهمیدید، متوجه نبودید، تاریکی بود. یه دفعه مسئله بی اهمیته، یه دفعه مسئله مربوط به حیات و ممات انسان هاست، یک دفعه مربوط به مسئله وجود انسان هاست. در اینجا هم اون مسامحه بی انصافا در باره حیات انسان ها هم شوخی، بازی با بازی، با دم شیر هم بازی کردن. آقا این کلمه را به کار میبریم، پیروزی اون شخص است که توانسته است در موقعیت وجودی خود نیروی طبیعی زیادتری را به کار ببرد، ایده ای را تحت شعاع وجود طبیعیش قرار بده. پیروزی را تا حال اغلب قوامیس قاموس‌های بشری اینجور بر ما معنا کردن، شکست را در مقابلش به عنوان یک مفهوم ضد این مفهوم بر ما تزریق کردن. چقدر حالا تلفات بدیم ما انسان‌ها درباره اینجور تفسیرات لفظی، چقدر تلفات داده باشیم خوبه. این نیست قضیه، شکست و پیروزی این نیست. اگر مقصودتون پیروزی مطلق در جهان، که کسی را سراغ دارید به پیروزی مطلق برسد؟ کدام گرگ درنده ای را دیدید که گرگ درنده تری چنگالش را در سینه او فرو نکند؟ کدام شیر درنده ای را دیدید که بالاخره، یا از نظر اینکه بالاخره بنزینش تمام میشه، اون دو که برداشته بود دوش میاد پایی؟ و یا اینکه بالاخره یه قوی تری هست در تاریخ؟ اینه قضیه، این بوده. بحث تنازع در بقا را برای چه کردیم؟ بحث تنازع در بقا مال من و شما بود که اینجا این مسئله درست معنا کنیم. فاتح پیروز اون متفکر بود که 20 سال در زندان انداخته بودن در دوران چیز
فلاسفه قرون وسطا بود. آقا این شخص تو زندان بود، یک سیستم فلسفی بسیار عالی را اونجا نوشته که بعدها واقعا جهانی مطرح شد. اینا اسمش میشه گفت پیروز دیگه، این پیروزه، ولو اینکه در چهار دیوار نشسته بود. در دنیا پیروزی با سیری دو چیز است، پیروزی شکست با گرسنگی مرادف نیست. شکست ودا با از روی خاک مساوی نیست. هر وقت گفتن شکست اینجور خیال نکنید که یعنی کسی که روی خاک را ودا کرد این شکست خورده، یا کسی که وجود طبیعیش سالیان بلکه بفهمید قرنی روی زمین را کره خاک را اشغال کرده است، نگوییم این پیروز است. این مواد طبیعی کوی مالیا ببینید، میلیارد سال تشکر اونجا، زمین را نمیدونیم عمره چقدر. بعضی از کهکشان ها داریم میلیارد ها سال است از صحابی ها جلو که دارن مشغولن تشکر دارن. حیات یک مورچه موقعی که یک گندم را بره به آشیانی خود پیروز است، کهکشان پیروز نیست. آگاه هستیم، این مورچه آگاه هست، حیات را درک میکنه. این پیروزی در چه پیاده شده؟ در یه دونه گندم 7-8 متر رفته وسط حیات، یه دونه گندم پیدا کرده، آمده برده گذشته در آشیانش. کازار بنا به نوشته مجلات علمی اخیر فرانسه، بعضی از کازارها هستن 10 میلیون برابر خورشید نور افکنی میکنن. 10 میلیون برابر نور خورشید ما نور افکنی میکنن. خداگاهی ندارن. این مورچه از نظر پیروزی در وجود از او بالاتر، چنان که 100 میلیارد تن گل پلاستیکی در عالی تر منظره بسازید، یک برگ گل عادی که متصل باشد به سلسله هستی و حیاتی بر خودش داشته باشد، این پیروز است. پیروزه دیگه. روی این حساب حالا میریم بالا ببینیم پیروزی یعنی چه. آیا ممکن است 70 سال ما عمر داشته باشیم؟ 70 سال منهای یک لحظه ما همه شکست باشه، یک لحظه ما پیروزی باشه که ابدیت من رو هم همون لحظه تنظیم کنم. اون موقعی است که به خود آمده، به خود آمده و احساس کنید شما هستید، بیهوده هم نیستید. نمیدانم این تصور یک لحظه طول داره، یه دقیقه، دو دقیقه، من نمیدونم. این اون مخ ابدیته که شما نمونش در این لحظه دارید میکشید. شما پیروزید. اگر 70 سال نشود 700 سال فقط حیات شما ساخته شده یه هوا، آب، عناصر عالی، عرشبت که یک مقدار عوامل انسانی، عوامل اجتماعی، یعنی یک موجود کاملا وابسته 700 سال هم زندگی بکنید، شما هرگز پیروزی نخواهید داشت. چون شما خودتون نیستید که، شما که نیستید، شما جایگاه ماکسیموم حوادثید. شما یعنی چه؟ یه مقدار هوا، یه مقدار عشبت گازها، یه مقدار عناصر عالی، یه مقدار اسمش را انسان گذاشته، یه مقدار حوادث اونجا تراکم یافته، یه خود طبیعی بود اینا را جمع کرده، یه خود بلش کرده، یه خود جمع کرده، یه خود بلش کرده، الان اینه، فعلا اینه. شیر آقای انسان. و عجیب این اگر بخوان مثال بزنن در یه قاموس، انسان موجودیست اینطور مثل، به بچه میخوایم یاد بدیم، مثل علی ابن ابی طالب و ابن ملجم و این آقا چه فقط و فقط تراکم یافته حوادث است. یا مثل یک دستگاه موسیقی راکد جابد که باید انگوش بیاد آهنگش در بیاره، انگوش بهش بخوره. حالا تمام هستی را این زیر پا بگیرد، مالک خودش نیست تا مالک دیگری شود، اصلا مالک نیست. این
چون این ندارد، او ندارد، خود ندارد. بس پیروزی چه بوده؟ پیروزی آقایان از اون موقع شروع می شود که اول انسان خودش را دریابد، اول قاره خودتون را کشف کنید، اول مرکز حرکات و اندیشه های خودتون که خودتون اول رو ببینید چه هستید، شما چه هستید، ولی اون که خیلی کم شروع کنید پیروزی شما از اینجا شروع میشه. شما بعضی وقت ما خیلی کوتاه فکریم، اسمش هم میذاریم دوربینی، اینجوری میگیم آقا من آگاه شدم، من متوجه شدم. این نتیجهش کی در میاد؟ وقتی که انشاءالله خیلی باسواد شدم، هزاران گذشت کردم، نمیدونم بعد از ازدواجم درست راه رفتم، هزار تا شرایط و مقتضیات جبری کنه، میگه نخواهم رسید، خیلی دوره، من به این موفقیت نمیرسم، من به پیروزی در زندگانی نخواهم رسید. این اولین وسیله شکست ماست. آقایان ما بین ما و تکامل، ما بین ما و مالکیت، ما بین ما و آزادی فاصله به عنوان یک مقدار هندسی امکان نداره، بلکه توجه به خود فاصله نداره. و این یکی از بدبختی های ماست که همیشه ایدئال ها و آرمان ها را دورتر از خود قرار میدیم. انشاءالله خواهیم رسید، این انشاءالله خواهیم رسید، ماشاءالله نمیرسد. قرنی هم زندگی میکنه این ماشاءالله نمیرسه. چرا؟ چون ما بین خود و او را آینده قرار داده، نمیدوند آقا در مسئله روح گذشته آینده در عمق روح مطرح نیست اصلا. این اجساب خارجی است که برای که از نقطه آ بره به نقطه ب باید یه مسافت را طی کنه. روح این حرفها نیست، بالاتر از این مسائله. حضرت موسی یه روزی از کرد خدایا میخوام به تو برسم، چجور برسم؟ گفت که قصد کلی وست کلی، قصد کردی برسی یا نه؟ قصد کردن همان، رسیدن همان، یعنی به تقرب تو برسم، به پیشگاه تو راه بیابم. کی برسم، چجور برسم، چند میلیون فرسخ باید راه بیاد، این در پا نیست. قصد و کلی وست و کلی، قصد تو مرا اگر قصد است رسیدن همان و قصد همان. در اون بعضی از جملات نیایش های علی ابن الحسین سجاد سلام الله علیه هست که اشهد و ان المسافر الیک قریب المسافه، مسافر به کوی تو مسافتش خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه، این مسافر راهی نداره. درباره ظلمم میگوییم ها که یه نفر به یه نفر گفت که آقا فاصله ما بین زمین و آسمان چقدر است؟ گفت به قدر آه یک مظلوم. فاصله زمین و آسمان اینقدره. اینجا هم به فاصله یه توجه. بنابراین پیروزی از اون موقع شروع میشه. هر چی که حرکات انسان ها، سکنات انسان ها روی این محور شروع بشود، 500,000 دفعه بکشید فرزن زنده بشین پیروزه، بقیه شوخیه، بقیه برای شعر خوبه، بقیه برای مباحث تنازع در بقا خوبه. این مقدار اینه، این آمد اینجا خود را به جا آورد، این پیروزی را به دست آورد که خودش شد. حالا یه چشمشو زدن کور کردن، یه دستشو شل کردن، نه خیلی گرس نبود. گفتم به شما، نمیدونم یه جلسه با مبارک بود عرض کردم یا نبود، پیروزی توجه فهمید، عرض کردم که ابوذر غفاری در اون بیابان داشت جام میکند، داشت از دنیا میرد، شکست را احساس کنی، رنگ پریده، پیر مرد سالیان دراز سپری کرده، عمر به سر آمده، از مال دنیا و از انسانها کسی ندارد مگر اون زنش است که بعضی از توارک دارد، دخترش
باش هست. قریب به غروب آفتاب، رو به غروب دراز کشیده. دختر خیلی یا زدش خیلی دست پاچه بود. گفت چرا ناراحتی؟ گفت خب شما در وسط این بیابان از دنیا می روید، من کسی ندارم اینجا. خب مزتر به فلان. گفت از دور اون تاریکی بیاد کاروانیست، بازرگانانن میان عبور میکنن از جاده، تو برو بگو یکی از صحابه های پیغمبر اینجا فوت شده، بیایید دفنش کنید، کفنش کنید. خوی خیلی عادیه دیگه، این یه چیزی خیلی عادیست. بله همینطوری کسی از دنیا میره، اگر چه اونجا خبر پیدا آیان بیایید اینا برسید بشه. دخترم، اینا در بعضی از تواریخ دیدم، دخترم یا زدم، همین که اونها آمدن خواستن دست به کار تجهیز و تکفیر من بشون، این گوسفند مونده است از مال دنیای من. اول این گوسفند را بکشن بخورن، بر من مجانی کار نکنن. ای پیروز پیروز بدان، این شکست میخوره، بر من مجانی کار نکنن. برید تو فکری مسئله یه خورده دقت کنید دیگه، تاریخ گویی که نمی افسانه، شوخی افسانه داریم ما. بر من مجانی کار نکنن، با این که تجهیز و تکوین واجب کفاییست، بگوید نگوید، سفارش بکند نکند، اون هم شخصیت آبالا مقامی مثل ابوذر غفاری. روح اینا میخواید تصور کنید، یه دو دقیقه من صبر کنم شما تصور کنید. این مرد کهنسال جای این نیست، اندیشه تمام شده است. این پیروزی چقدر ریشه میخواد در اون دقایق آخر این حرف را بزنه؟ روح کجا هست؟ از کنم باید که واجبی کفاییست از نظر فقهی، واجبه باید بیان، مقصد چون در اون بیابان به اونها منحصر بود، به اونها شاید واجبه اینی پیدا کرده بود در اون ایده، به من مجانی کار نکنم، این را بردارن استفاده کنن ازش. اسمی را من چرا پیروزی گذاشتم؟ اسمی را ما چرا پیروزی گذاشتیم؟ برای این است که هیچ مکتب انسانی و هیچ ایدئولوژی انسانی نمیتونه در این کره خاک جوابی به سوال انسانها بگوید مگر که باید این اصلا داشته باشه. کار ارزش دارد، اینا باید داشته باشه. پیروز شد یا نه؟ 100 میلیون قرن دیگه به این دنیا بیاد، مطلب اینه. بلا تبخص و ناس اشیاء هم مسلمان، کار و کالای مردم را بی ارزش نگذارید، نکنید. طعم این را چشیده است در اون لحظات، میگوید به من مجانی کار نکنن. اون موقعی است که روی ریگ و روی چه و چه همه چیز از یاد میرود دیگه. تقریبا زمان سنج، اصل سنج، قانون سنج مغز به هم خورده. چقدر باید روح بزرگ باشه که مغز داره کم کم تشکیلاتش از دست میده، ولی روح رسیده به پیروزی و دیگه نابودی نداره. ای ابوذر، جهان از آن شماست، پیروزی ابدی از آن شماست. شمایید موجب امید انسانها، شماهایید نخواهید گذاشت هرگز یأس بر ما غلبه کند. این عظمت پیروزی اینه. حسین ابن علی چند جمله اونجا فرمود در روز عاشورا، چند بیت خوند، استشهاد فرمود. فرمود فاین نهزم فهزامون قدمن و این نغلب فغیر مغلبینا. اگر من در این جنگ، در این وضع، اگر ما در ظاهر غلبه کنیم، اینم یه غلبه است، اینم مطلبی است.
اگر شکست بخوریم شما میگویید شکست است، ما هرگز شکست ندیدیم و نخواهیم دید. اصلا ما مغلوب نمیشیم، مغلوب نخواهیم شد. شما کجا هستید؟ آیا مغلوب میشود انسانی که اول خود را دریافته، بعد دیده این خود اون استقلال را که در مقابل خداگاهی احساس میکند ولش کند، نابودش خواهد کرد، وصل کرده به عظمت خداوندی، بعد انسانها را در خود دریافته است. این رو شکست اصلا بعضها بچگانه است میستیم. یه خود تصوری فرمون چه کنیم؟ تاریخ بشر با همدیگه با دو چشم سر و کار داری؟ وقتی دو چشم یه خوره خیره میشه به اون دو چشم در ظاهر جا خالی میکنه، میگیم شکست خورد و پیروز شد و بگو و بیا و تبل و کرنای و های و کوی و یه تاریخی درست کردیم بر این فلانی زد فلانی هم از بین رفت. زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست. کاب حیات قلوب از دم شمشیر اوست. گر بشکافی هنوز خاک شهیدان عشق، آید از اون کشتگان زمزمه دوست. دوست نه اون دربایی دارد، آنان که مال چیز صدر متعلقین یک رباییس به یادم میفته، خیلی تعبیر خوبه، میگه که خلاصه آنان که ره عشق گزیدند همه، در کوی حقیقت ها رمیدند همه، در معرکه دو کون فتح از عشق است، هر چند سپاه او شهیدند همه، در معرکه دو کون فتح از عشق است، هر چند سپاه او شهیدند همه. عشق والای الهی انسان را از این مفاهیم شکست و پیروزی های دم دستی بالاتر میبرد. چنانچه عرض کردم گریه و خنده گاهی به معانی طبیعی خودش مطرح میشود، گاهی بالاتر از این هاست. یک خنده جهانی را شکوفا میکند، یک گریه جهانی را موتور تاریخ میشه. اشکهایی در طول تاریخ به حسین ابن علی ریخته شده است، بشر مقدسترین اشکش را در راه حسین ریخته است. چه انسانهایی که شاید میلیونها انسانها که پلیدی و تبهکاری تمام عمرونها را فرا گرفته بود، یک بار با یک انقلاب روحی به حسین ابن علی توجه کرده است و عمرش را دریافته است. چه دولت ها که بر سر کار آمد با اسم حسین ابن علی، چقدر میدان باز شد برای آنان که بحث از دادگری می کردند و عشاق داد عدالت بوده اند. اشپیلر در کتاب چیز علت علل انحطاط غرب که بعدن اینجا در ایران یه جزوه از اون ترجمه شده به نام فلسفه سیاست، اونجا یه بحث خیلی لطیفی داره، میگوید که ما در الفاظ بعض اوقات اشتباهاتی داریم. بعد بخواد مثال بزنه میگوید که مرد پیروز کسیست که اگر وجودش از روی خاک منتقل شد به زیر خاک، تازه شروع تابش شعاع او شود، نه این که برود سایه ای از خود بگذارد که برامتر شمشیر را به وجود او بکشد. سایه خودش به دین جهت است که ما میگوییم پیروزی واقعی با پیامبران است. ابراهیم است که پیروزه، موسی بن عمران است که پیروزه، عیسی ابن مریم است که پیروزه، محمد ابن عبدالله است.
و الا عرض کردم گرگی نیست در دنیا مگر گرگ درنده تر از او وجود دارد. پیروزی را به جایی باید وصل کرد که اون پیروزی ابدی باشد، نه این که جا تا بک بکش و من میخوام بیام جای تو، تش بیارید جای بنده، من هستیم و دادم به شما. بفرمایید تنفسهای شما بعد از این چه خواهد شد؟ لذایذی زیادتر خواهید دید چه آلامش دردهایش عمیق‌تر باشد. غیر از این چیز دیگه هست؟ وقتی که من جا داشتم در این هستی، تو جای مرا غصب کردی، تو جای مرا به زور از دستم گرفتی، عنوانشا پیروزی گذاشتی. بفرمایید این تاریخ، اینم شما بردارید دقیقه اینها را ورق بزنید، چون اون پیروزی های رسمی و اون پیروزی های طبیعی چه نتایجی داشته است. همون عبدالله ابن یا عبیدالله ابن عمر جعب جوفی میگوید که من دیدم حسین ابن علی خودش داره میاد به طرف چادر من، منم از کوفه آمده بودم بیرون که اینا نبینم. خب از این طرف شخصیتی مرد خیلی بزرگ بود، از اون طرف من با ابن زیاد نمیتواستم طرف بشوم، آمدم بیرون نه بر له نه بر علش، بی طرف خودم را قایم کردم یه گوشه از فلان از بیابانهای کوفه. تصادفاً کاروان حسین از اون نزدیک ها عبور میکرد، هستش که اونجا میپرسد که این چیه ببینید؟ میرن و میگم بلیشون هست و عبیدالله ابن عمر جوفیست و اینم یکی از سران کوفه بود، خیلی ثروتمند بود و متلفظ و خیلی هست. همینم خودش دلیل میتواند بشود که آمده بود بیرون که بالاخره تو دو میکشیدن اینا، بالاخره بیباید وارد بشه به حادثه، جزء حادثه باید بشه. میگفت من همینجور که نشسته بودم دیدم این حسین داره میاد. بعد استوار کارد که آمد و با انگشتش زد چادر رو، من چیز کردم حسین خیلی میگفت به اصلاح ما خوردم، چه عجیب، من گرفتار شدم و من نمیخواستم با این مرد روبرو بشم. بالاخره شده بود. گفت عبیدالله تو در عمرت خیلی معصیت ها کرده ای، خیلی گناه ها مرتکب شده ای، میل داری که با من بیایی بریم به پیروزی برسیم؟ تعبیر فتح دار اونجا، به پیروزی برسیم. گفتم آقا من باز خدا پدرش را بیاموزه ها، راست میگفتم. گفت آقا من از کوفه نیامدم بیرون مگر اینکه شما را ندیدم، گرفتار میشدم، من نمیخواستم به روی تو شمشیر بکشم و نمیتواستم موافقت کنم، ولی شما آمدید. من اسبی دارم، خیلی اسب عجیبی است که در کوفه شاید بی نظیر باشه، او را تقدیم کنم خدمت. یه شمشیری هم دارم 1000 دینار از شوش، اونم تقدیم کنم خدمتتون، منو معذور بدارید. حضرت فرمود که من با خود تو کار داشتم، با خود تو کار داشتم، حال که نمیایی ما را به شمشیر و اسب شما احتیاجی نیست. میگفت برگشت ها، میگفت که ور محاسنشون را دیدم، دیدم که سیاهه، گفتم که یا ابا عبدالله شما خوب محاسنتون سفیدی ندارد اینها. گفت نه خیر، حنا کردم، حنا زدم، این دا این قسم از این شده، از این شخص. گفت راه افتاد و من بلند شدم و دنبالش نگاه کردم، دیدم این وقتی که از چادر خودش آمده است، این بچه های کوچک 5 ساله 6 ساله 7 ساله 4 ساله اینا دنبالش آمدن. این همینجور که آرام آرام به هوای اونها راه می رود، تون نمی رود، آرام آرام می رود که اونها همه برسن. می گفت دیدم بعضی از بچه ها که زمین می خورد خودش بر می گشت و بغل می کرد و بلند می کرد، خیلی با آرامش راه می رود. در قیافه حسین چیزی دیده بود که بعد از این که ختم داستان نینوا را شنید اختلال روانی پیدا کرد و بعضی از تواریخ دارد خودش را انداخت در شط کوفه، غرق کرد، خودکشی کرد. این را میشه گفت پیروزی، این اسمش پیروزیه.
که این طوری در قیافه این مرد عظمت دیده است که بعد برای خودش نتوانسته را هضم کنه. من چرا نرفتم؟ چرا نرفتم من با این مرد؟ ای خاک بر سر مال و منال دنیا، که این مرد آمد از من کمک خواست. این حرف حرف تمام پاکان و اولاد آدمه. وقتی شما یک آهی از اعماق دل میکشید، حسین کاش باش ما بودیم، کاش منم با تو بودم، واقعا مجسم میکنید این حال را. این حال دلالت میکنه بر این که ارواح آدمیان در عالی ترین اوج تسلیم روح و اون مردن. او روحها را مالک است، اگر دیگران اجسام ما را مالکند. آنان وجدان آزاد ما را در اختیار دارند، اما شمشیرها در تواریخ کالبد ناخودآگاه انسانها را در اختیار دارند. پیروزی از آن کیست؟ پیروزی از آن کیست؟ از آن کسی که وجدان آزاد انسانها را در اختیار دارد، یا کالبد مجبور آنها را؟ شما خودتون محاسبه فرمایید. لذا در بحث شکست و پیروزی این مسائل خیلی دقت بشه، خیلی دقیقا بررسی بشه. چه شکست از آن کیست؟ پیروزی از آن کیست؟ علی ابن ابی طالب شکست میگید؟ مهمترین شکست بر ابن طالب خورده. چرا؟ که درون از اون اوایل بروزش در اجتماع به اصلاح یکی از جامعه اشناسان هر روز این مرد را دو سه بار میکشتن، دو سه بارم زندش میکردن. این موجودیت طبیعی متزلزل علیس در اجتماع. چرا؟ تلهمی که سبیل من باید چرب بشه، دیگه چرب نمیشه، شوخی چرب نداره. زبیر میگوید بله شلش کن بیاد، خورم که نمیشه. وقتی که انسان ها من را امین دانستم، من شغل کنم چیچی را شغل کنم بیاد، چیچی را بلش کنم بیاد. و ها کذا در و دیوار. این مرد را جان نیاورده بودن، کارش متزلزل بود. جنگ جملش، جنگ سفینش، جنگ خوارجش، داخل خارج تحملش نداشتن. این ظاهرش این بود هر روز این مرد شکست میخورد قد علم میکرد، شکست میخورد قد علم میکرد. خب این شکست ها را جمع کنید، جمع کنید به اضافه کنید، او وقت شما باید بگویید که علی میبایست همون روزا دفن بشه. همون روزا باید دفن بشه دیگه، قاعدتا اینه. چون هر عامل انسانی در اون جامعه غیر مستعد آمده بهش ضربه زدن. آقا شوخی نیست، امر آسرا حاکم علی قرار دادن. تاریخ میخونید؟ سرنوشت علی را سپردن به دست امر آس. باز علی سر بلند نکنه، نگوید خدا این چه معاملیست با من میکنی، من چه کردم به تو؟ سر بلند نکرده از این مرد، آرامش از دست نداده است. نمیدونم مزید مطلب را مخصوصا جوانان را میکشن. علی هستی تو در عالم امکان، توجیه وجود تو بایستی از طرف عمرو بن عاص معین شود. عمرو بن عاصی که صریحا گفت من شخصیت و حیثیت و دین با همه شا فروخته به معاویه به سفره تو. آقا پیروزی را ببینید، اینا متزلزل نکردیم مرد را. من نمیفهمم واقعا قابل درک نیست برای من. یک زخمی به آقا میخوره، یه صدمهی به آقا میرسه، سر بلند میکنه، بعد ما هم که نفهمیدیم عدالت خداوندی یعنی چه. حماقت رو ببینید.
این آقا هزار بار علی را میکشتن زنده میکردن، بهتر از این بود که عمرو بن عاص را بیارن بر او حاکم قرار بدن، نویسنده فرمان مارکشتر که با اعلامیه حقوق بشری تطبیق شد و ترجیح داده شد این بر او. عجیبا با یه لیف خرمایی، یک کمر لیف خرمایی تو دکور میسم تمار اعلامیه جهان حقوقی بشر بنویسه، خودش اولین شخص باشه که عمل کنه به این اعلامیه. این عظمت ها بدن زیر دست عمرو عاص که آه بفرمایید ببینیم حق با کیه. این مرد متزلزل نشود، این مرد خودشان نبازد، این مرد خودش را نبازد، این معنای پیروزی است. این توانسته است آهنگ اصلی هستیش را در آورد، بقیه آهنگشون معلوم نیست چیست در این زندگان. هیچی برگشت و فلان بعد به اونها گفت من گفتم مسئله دسیسه داره، نکنید اجبارم کردید بفرمایید، اما یک کلمه سر بلند بکنه بگه خدایا ما که داماد پیغمبر تو بودیم، من که اینقدر سواد دارم، خیلی باسوادم، اینقدر من باسواد، ببین چقدر به یتیم ها میرسم، چقدر کارهای خوبی میکنم. این چی بود؟ این چه بود؟ این قضیه عمرو بن عاص نگفته، یک تاریخ سراغ نمیدهد. علی سر بلند کند و علیاذ بالله خلافه دادگری خدا حرفی بزند، ما انسان ها قربانی جهالت خودمون هستیم و الا دادگری خدا به حد کافی و لازم در هستی حکم فرماست. این جهالت ماست و شکست ماست، این شکست منه، من اون موقعی که باید تکاپو کنم، کار کنم، زندگیم را از سنگلاخ ماده نجات دهم، یه سنگی به اینجا بخوره، بلند شدم، بلند شدم به اون هستی که، به اون هستی که عظمتش را جز خدا نمی داند و اون هستی با عظمت در پیش خدا به قد موی سر شما که چه اهمیتی به شما دارد، این جهان هستی در مقابل عظمت خدا از اونم پستر، به خدا میگوید کشتی بان، این چه کشتی راندنیه؟ شکستیم آقا، ما شکستیم، انسانها غالبا با شکست مواجهن، این از پیروزی. این میتواند انسان را زنده نگه بدارد چون زنده است خودش، چون این خودش زنده است. چقدر خوب گفته زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب از دم شمشیر اوست. پروردگارا حیات و موت را بر ما بفهمان، خدایا معنای شکست و پیروزی را بر ما قابل درک بساز، خدایا عینک ما را خودت تصفیه کن که جهان بینی ما درست باشد. این است که سالیان دراز با اینکه در طول تاریخ چه موانعی بوده، متوکل عباسی خیلی استادعی کرده بود، دست ها می برید، نمیدونم هر کس به زیارت حسین برود اسم حسین بگوید این است آن است، چطور میشه، چه جور میشه، چه جور نمیشه. با اینکه من عقیدم این است، خیال میکنم حاله مذهبی حاله یک شبه و مهمه شبهی از شباهات های مذهبی که در مغرب زمین به عنوان حرفه تلقی میشود دور داستان حسین را گرفته. اگر میتوانستیم ما درست نشان بدهیم این مرد میتوانست داستانش آموزنده ترین تاریخ برای بشر باشه، ولی متاسفانه چه میتوان گفت؟ آقا یک جانوارجان ساختگی را ببین بیدوایان چیکار کرد؟ ده ها سال است آقا آدم تربیت میکند این بینوایانه، ویکتور هوگو با این جانوارجانش
اصل نداره رومانتیکه. در صورت که ما در داستان حسین ابن علی در این داستان چند روزش مطالب داریم واقعیت دارد و از این حساس‌تر است که در بی‌روایان گفته می شود. متاسفانه حقیقتا حسین را ما در حاله از اغراض شخصی مخفیش کردیم، پوشیده کردیم. من گمان کنم یک دونه حر ابن یزید ریاهی حسین ابن علی درست اگر بحث بشه خود یک درس آموزنده عجیبی است بر آدمیان. این حادثه سرتاپا از اون کوچکترین حادثش تا بزرگترین حادثش همش نشانه پیروزی حسین بود در این گرفتاری شدیدی که به این مرد رو داد. چه ابدا رزم به قضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک، هیچ اصلا شخصیت متزلزل بشه ابدا، احساس این که خب کشتنی هست و مرگی هست و بچه و شیر، خب این حرف اصلا مطرح نیست، واقعا ما فوق قرار گرفته است. چه باید کرد که این کالبد دامنگیر ماست؟ اگر کالبد نبود قیافی روحی حسین ابن علی را تماشا می کردیم می فهمیدیم در چه حالی بود از روح حسین ابن علی. پیروزی معنایش غیر از جا خالی کردن از روی خاک است که جانورانی در اونجا می دونند. پیروزی از اون موقع شروع می شود که به قول بعضی از نویسندگان بسیار بزرگ که میگوید ما برای ما امکان اون هست نه از نیکی متأثر شویم و نه از بدی، اما در بعض اوقات همون جور که میخواییم بیخیال این زندگانی را سپری کنیم یک ارگ در فضای روح ما گویا و مستعد حرکت هست که به هیجان در میآید و بر ضد بیهودگی و نیستی سر به طغیان بر می‌دارد. میگوید مواظب باش، نمیتونی بگی نیستم هستی و نمیتونی بگی که بیهوده هستم، باهوده و هدف داری. این پیر اولی پیروزی است و الا دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد گشت و خاکش خوبار. میخواد با شمشیر باشه، میخواد با مرض وبا باشه، یا میخواد بشین و اونجا کم کم عشقت خالی کنه قواها و نیروی حیات آریتی را. این هست، اینا اسمش نمیشه گذاشت شکست، نمیشه گذاشت پیروزی. این کار بود شکست نیست. جامیز چه عقل آفره میزندش، صد بوس از مهر برجبه میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این کاسا همه زمین خوردنیست. از زمین برآمده اون که از زمین برآمده است به زمین خوردنیست. این جای شک نیست. اونی که از بالا شروع شده در پایین ختم نمیشه. اونی که از بالا شروع شده در خاک ختم نمیشه. اونی که از خاک شروع شده در خاک هم ختم میشه. اون روح شماست. اون روح شماست. از بالا شروع شده. این در اینجا پایان نخواهد پذیرفت. توجه به این که من فناپذیر نیستم در این خاک، این هم یکی از عدل پیروزی شماست. حسین، ابدیت از آن توست. ای مسافر ابدیت، پیروزی همیشه از آن تو بوده و خواهد بود. چرا؟ چون ایده آن تو پیروز است. ایده‌ای که بر انسان‌ها مطرح کردی پیروز از شکست ندارد. انسان زندگی و مرگش وابسته به آن است که محور هستی اوست. محور هستی تو چه بود؟ او که ابدی است. پس تو ابدی هستی و پیروز. پروردگارا تو را سوگند می‌دهیم به اون حالات روانی حسین ابن علی که دیگه پیروزی مطلق در خود احساس میکرد، ما را در زندگانی با شکست مواجه مساز.
پروردگارا قدرت و قوه و نیرو بر ما عنایت فرما تا در زندگانی پیروز باشی. پروردگارا طعم هدف زندگانی را در این دنیا بر ما بچشان. جوانان ما را موفق بدار که بر خود و جامعه ما در آینده مفید باشد. دانشی بر ما عطا فرما که سیقلی کننده روح و تقویت کننده روح ما باشد. بله اینجا دیگه اجازه بدید این شب. بله پایان بدهیم انشاءالله فردا شب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله پایان می‌دهیم انشاءالله فردا شب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.